سرخط اخبار. به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی در ولایت غور 6 تن بازداشت گردید. حمله فرمانده علیپور بالای 2 پاسگاه طالبان در بهسود. فرمانده گمنام که تا آخرین گلوله علیه طالبان افغان و پاکستانی ها در پنجشیر جنگید. فرار خبرنگاران از کابل. موهای مردان را مانند غربی ها اصلاح نکنید. تلاشی خانه ها توسط نظامیان پاکستانی در ولایت خوست. واکنش وزیر خارجه هند به غربی ها. مشروع اخبار. طالبان در غور 6 تن را در ولسوالی لعل و سرجنگل به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی بازداشت کردند. طالبان در ولسوالی لعل و سرجنگل روز 3 شنبه 6 ثور ادعا کردند که پس از ترگیری مسلحانه فردی را به نام دوستم که منتسب به جبهه مقاومت ملی است با افرادش دستگیر کردند. اما شماری از باشندگان این ولسوالی میگویند که هیچ جنگی صورت نگرفته است و گفته آنان طالبان دوستم و چند تن دیگر را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی دستگیر کردند. باشندگان این ولسوالی تاکید میکنند که آنان خواستار جنگ نیستند و از همین رو باید جان و مال مردم مسئول باشد. گفتنی است که لعل و سرجنگل از جمله ولسوالی های هزارنشین ولایت غور است. اکثریت مردم این ولسوالی پیشه دهقانی دارند و مصروف زراعت و مالداری هستند. این رویداد در حالی رخ داده است که شب گذشته 5 هزاره در ولسوالی در ایسوف ولایت سمنگان از سوی افراد ناشناس تیرباران شدند. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در واکنش به تیرباران هزارها در سمنگان گفته است که مسئولیت تأمین امنیت مردم بر دوش طالبان است و آنان باید پاسخگو باشند. فرمانده علیپور در واکنش به کشته شدن چند تن از مسافران هزاره در ولایت سمنگان صبح امروز با نیروهای تحت امرش در 2 پاسگاه طالبان در ولسوالی بهسود میدان وردک حمله تهاجمی کرده که در نتیجه 36 طالب کشته و زخمی شده و به تعداد 26 تن از نیروهای طالبان اسیر گرفته شده است. علیپور پس از شنیدن خبر 5 مسافر هزاره در شهرهای سمنگان بلخ تیرباران شد، این حمله را انجام داد. گفته می شود که 5 تن از باشندگان ولسوالی در ایسوف بالا این ولایت از سوی تفنگداران ناشناس تیرباران شدند. این 5 مسافر حوالی ساعت 6 شام روز 3 شنبه 6 ثور هنگام سفر به طرف بلخ از سوی تفنگداران ناشناس برگبار بسته شد. منابع محلی در ولسوالی در ایسوف بالا به روزنامه 8 صبح میگوید که موتر حامل این مسافران هنگام عبور از ولسوالی زنده ولایت بلخ از سوی تفنگداران ناشناس متوقف شده و سپس 6 نفر مسافر به شمول راننده تیرباران می شوند. در نتیجه این رویداد 5 تن از مسافران به شمول راننده موتر کشته شدند و 1 تن دیگر زخم برداشته است. طالبان تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. بهلول بهیج والی سابق ولایت پنجشیر و یکی از فرماندهان نیکنام و صادق ولایت پنجشیر که در دوران جهاد علیه قشون سرخ و در دوران مقاومت اول تحت رهبری احمد شاه مسعود در مقابل پاکستانیا به خاطر آزادی رزمی. فرمانده بهلول بهیج از بزرگان جهاد و مقاومت پنجشیر در درگیری با گروه طالبان در آبدره پنجشیر به شهادت رسید. مردم از این فرمانده به نیکی یاد میکنند و مینویسند مرد نترس و شجاعی بود و در نیکنامی شهرت داشت. در همین حال جبهه مقاومت ملی افغانستان این خبر را تایید کرده و نوشتند فرمانده بهلول بهیج از سوی نیروهای پاکستانی در آبدره پنجشیر به شهادت رسید. او از مجاهدین کبیر و سربلند افغانستان بوده. گفتنی است که جنگ در پنجشیر زمان شدت بیشتر گرفت که جنرال حمید فیض رئیس استخبارات پاکستان به کابل سفر کرد. بسیاری از کارشناسان نظامی سفر رئیس آیس آی و تشدید جنگ در پنجشیر را با هم مرتبط می دانند و برخی می گویند که رهبری جنگ پنجشیر به دست جنرال های پاکستانی بود.
فرمانده بهلول در زمان خاکسپاری امیر حبیب الله خان هم گل کاشت، تاریخ شهامت و پایمردی خود را به دیگران درس داد. شهید بهلول بهیج فرمانده قطعه متحرک اول پنجشیر در سال 1359 بود. مردم محل می گویند فرمانده بهلول بهیج نه تسلیم شد نه معامله کرد، مردانه جنگید و سرانجام شهید شد. به اساس گزارش رسانه ها، شماری از خبرنگاران افغان از ترس جانشان برای مهاجرت به کشورهای پاکستان، ایران و اروپا پناه بردند. تعداد زیادی از این خبرنگارها که شامل زنها هم می باشند از روی کار آمدن طالبان افغانستان را ترک کردند و از جامعه جهانی درخواست ویزای بشردوستانه کردند. با آمدن طالبان شمار زیادی از تحصیل کرده ها و افراد مسلکی به شمول روزنامه نگاران کشور را ترک کردند. هرچند طالبان مدعی اند که امنیت همه تامین است، اما رویدادهای امنیتی اخیر به نگرانی ها در چگونگی تامین امنیت شهروندان افزوده است. هشدار تازه طالبان برای سلمان ها در هرات: موهای مردان را مانند غربی ها اصلاح نکنید. منابع از ولایت هرات می گویند طالبان در تازه ترین دستورشان به سالون های اصلاح مو گفتند موی مردان را همانند غربی ها اصلاح نکنند. محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت هرات به سلمانی های ولسوالی های کهسان این ولایت در یک اعلامیه تأکید کرده که پس از این موی سر مردان و ویژه دانش آموزان را همانند غربی ها و یهودی ها زیر نام مود یا استایل اصلاح نکنند، بل در چارچوب شرعی و عنعنات کشور اصلاح کنند. دستور ریاست امر به معروف طالبان در حال صادر شده است که به تازگی محتسبان امر به معروف طالبان دانشگاه های خصوصی و دولتی گوشزد کردند که دانشجویان دختر با چادری در صنف های درسی حاضر شوند. شماری از باشندگان ولسوالی گروز ولایت خوست ادعا میکنند که نظامیان پاکستانی پس از درگیری با طالبان پاکستانی وارد روستای آنها شده و خانه های مردم را تلاشی کردند. باشندگان روستای زنچوره در ولسوالی گروز ولایت خوست میگویند که روز جمعه پس از یک حمله طالبان پاکستانی به پوسته مرزی پاکستان، نظامیان پاکستانی به چند روستای ولایت خوست موشک پرتاب کردند. آنان ادعا دارند که نظامیان پاکستانی به این اکتفا نکرده و وارد خاک افغانستان شدند و در روستای زنشوره در جستجوی جنگجویان طالبان پاکستانی TTP خانه ها شماری از مردم را تلاشی کردند. یکی از باشندگان این روستا به نام مستعار اعجاز خان و دوچی ویلیا گفت که پایگاه های نظامی پاکستانی در نزدیکی روستای آنها موقعیت دارد و نظامیان پاکستانی روز جمعه روستای آنان را با سلاح ثقیل هدف قرار دادند. این باشنده محل گفت روز جمعه شلیک آغاز شد و روشن نبود که از کدام طرف شلیک می شود، اما آنان نظامیان پاکستانی می گویند که این شلیک ها از سوی TTP صورت گرفته است. یک ساعت پس از این شلیک ها آنان با موشک ها و سلاح های ثقیله روستاهای را در 5 تا 6 کیلومتری داخل خاک افغانستان هدف قرار دادند. خان گفت که یک روز پس از این درگیری نظامیانی که به زبان اردو و پشتو صحبت می کردند به روستای آنان آمده و برای جستجوی طالبان پاکستانی خانه های آنها را تلاشی کردند. این باشنده روستا افزوده که پس از سقوط حکومت پیشین نظامیان پاکستانی با اطمینان کامل در روستای آنان گشت و گذار می کنند و از هیچ کسی هراس ندارند و به گفته او نظامیان پاکستانی چنان گشت و گذار می کنند که انگار در خاک خود باشند و برای خرید به دکان های باشندگان این محل می آیند. اما وزارت داخله طالبان حملات نظامیان پاکستانی در خوست، گشت و گذار نظامیان پاکستانی در خاک افغانستان و همچنین تلاشی خانه های مردم توسط نظامیان پاکستانی را رد کرده. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله طالبان به دویچه ویله گفت ما به گونه مطلق این را رد میکنیم، هیچ حقیقت ندارد، هیچ کسی نمیتواند به کشور و تمامیت ارضی ما چپ نگاه کند. تغفر گرباز سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در ولایت خوست
هرچند حمله اخیر موشکی و تلاشی خانه‌ها از سوی نظامیان پاکستانی را رد می‌کند، اما می‌گوید که یک هفته پیش میان نظامیان پاکستانی و نیروهای طالبان در منطقه مستربل و ولسوال گرفاز این ولایت تنش‌های مرزی به میان آمد و درگیری صورت گرفته است. او تایید کرد که در امتداد خط سرحدی در این مناطق نیروهای مرزی طالبان حضور دارند. این بار تنش‌های مرزی میان پاکستان و طالبان پس از کشته شدن 7 نظامی پاکستانی در امتداد سرحد و میان آمد. مقام‌های طالبان گفتند که نظامیان پاکستانی 4 روستای ولایت خوست را بمباردمان کردند که در نتیجه آن 50 تن به شمول 20 کودک در خاک افغانستان کشته شدند. جی شنکر وزیر خارجه هند خطاب به کشورهای غربی گفته است: وقتی شما درباره اوکراین صحبت میکنید، من به یاد نتیجه کار شما در افغانستان میفتم. ظاهرا آقای شنکر به امضای موافقتنامه صلح فوریه 2020 ایالات متحده آمریکا با طالبان پس از 2 دهه جنگ اشاره دارد. هند روز سه‌شنبه در واکنش به انتقادهای شدید اروپا و آمریکا از سکوت این کشور در برابر یورش روسیه به اوکراین چنین واکنش نشان داده است. وزیر خارجه هند کشورهای غربی را به خاطر خروج نیروهای نظامیشان از افغانستان و بی‌توجهی به تمایلات جنگ جویانه چین مورد انتقاد قرار داده. گفته است که توافق شما با طالبان مردم عام افغانستان را زیر تایر موتر قرار داد و واکنش شما در برابر چالش‌های ایجاد شده، تسلط چین در آسیا، افزایش بیشتر معاملات تجارتی با چین است. اتخاذ سیاست بی‌تفاوتی هند در برابر جنگ روسیه با اوکراین به اهرم فشار علیه کشورهای غربی تبدیل شده است. تا پس از این کشورهای غربی به چالش‌ها و مسائل کشورهای آسیایی نیز توجه کنند.